سلام و درود بچه ها، خیلی مخلصیم. اگزارمیه خودم، چه خبر؟ خوبی؟ سلامتید؟ امروز بدن با یه گیمپلی خیلی خفن از اپکس لیجنز موبایل بریم که با هم دیگه ببینیم. و قبل اون بچه ها لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه دیگه. لایکاشو میخوام بتر کنید و اینکه یه سری توضیحات میخوام راجع این بازی بدم، پس بدون هیچ معطلی برو بریم. خب بچه ها، همونطور که میدونید اپکس از لحاظ کیفیتی بچه ها واقعا عالیه و یه جورایی حالا جدیدن همه دارن میگن که رقیب اصلی کال آف دیوتی موبایل و فلان و اینجور داستان ها. ولی بچه ها اگر بخوایم واقعا رو راست باشیم ما هم دیگه، به نظر من هیچ موقع هیچ گیمی نمیتونه جای کال آف دیوتی موبایل رو بگیره. اینو جدی دارم میگم، به عنوان کسی که هر دو رو داره پلی میده، از لحاظ کیفیتی درسته خب اپکس هم کیفیت خوبی داره، ولی بچه ها کال آف دیوتی موبایل یه چیز دیگه از کاراکترهایی که روش کار کردن، مثلا هم گوست سیزن یک و کلن سبک بازیاشون بچه خیلی خیلی متفاوته. ولی اگر یه چیزی رو بخوایم صادقانه با هم دیگه بررسی کنیم، از لحاظ اینکه باگ داشته باشه اپکس به اون صورت نداره بچه ها. من که ندیدم الان، تا الان ندیدم. خب اوایلش چرا مثلا یه بار بود مثلا میش از کاراکترش، ولی خب درست شده. ولی کال آف دیوتی موبایل بچه ها تا دلتون بخواد باگه. اصلا من نمیدونم اکتیویژن این همه مدت یه سری باگای لعنتی رو درست نکرده، یا مثلا یه سری این چیزا هست که مثلا ارچس میاد وان شات میکنه، مثلا اینو درست نمیکنه، پرکای مختلف، پرسیستنس، نمیدونم یه جورایی بچه بازی رو نابود کرده با این جور مثلا پرکا و نمیدونم لگا و باگا و این جور داستانا. ولی خب اپکس بچه به نظر من خیلی باحاله برای تفریح هم که شده بچه این بازی رو پلی بید، شاید علاقه من شدید، من خوشم اومد بچه، باور کن خیلی باحاله. مخصوصا حالا من بیشتر بتل رویالش حال میکنم تا مولتیشو، چون بتلش بچه بیشتر حال میده، کاراکترتون رو میبینید خیلی باحاله. و یه قابلیت خوبی که داشت گفتم بچه فینیشر جالبی داره، یعنی مثلا آخرش که ناک میشه طرف، هم میتونید با گان بکشید انمی رو و هم که میتونید یه گزینه داره بزنید فینیشر و یه حالت خیلی جالب داره، هر کاراکتر یه فینیشر داره. اینجا نکن اصلا داشت ریوایش کرد تفلی در بده دلم برش سو. ولی بچه که بعدی که داره اینه که آقا این بازی فیلتر فعلا متاسفانه و یه خوبی که داره یه بدی هم داره. ببینید هر بازی هم بدی داره هم خوبی داره، پس زیاد سخت نگیرید. اپکس هم بچه درست میشه بچه، دقیقا کال آف دیوتی موبایل هم همینطور بود. یادم سیزن یک یا اون نسخه بتا که پلی میدادم کلا فیلتر شکن وارد میزدید میومدید گیم و پینگتون کلا 170-180 بود، زرد بود، افتضاح بود. هرچند اپکس لژند الان تقریبا همون پینگو داره میده، ولی باز تیرا رجیستر میشه بچه. ببینید یه تفاوت خیلی جالبی دارن دوتا، تیرا باز رجیستر میشه، حتی فرگم از ما پینگاش میده مثلا بالا، باز هم بچه مثل کالاف نیست اینقدر هرس بخورید و اذیت بشید. در هر صورت ولی خب پینگ مهمه بچه، اسناب زدن نیمه کنید خیلی حس خوبی میده. جالبه وقتی که انمی رو میکشید صدای کیل شدنش خیلی باحاله بچه، خیلی باحاله. الان نکن چند تا رو با اسنایپ زدم، نکنید بچه الان جای فینیشر زدم روش، چه فینیشرش باحاله، خیلی حال کردم با چوب میزن تو سرش اصلا حال کردم. اینجا نگاه کنید بچه ها، داشت میومد تو زون یهو دیدم به 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 داره میاد، اینجا یه دمجش زدم، دوباره یکی دیگه زدم بهش نمارد، اینجا زدم دوباره نمارد، حالا مرد. چقدر حال دار بچه، این تنابه هم خیلی باحاله، خیلی باحاله. اینجا رو نگاه کن، بیا پایین بابا، بیا پایین بچه، چقدر اسنایپش حال میده، خیلی اسنایپش حال میده بچه، خیلی به خدا. اپکس هم بچه بازی خوبیه، قد تعصب نداشته باشید دوست، برید بازی کنید لذت ببرید، همه بازی ها رو بازی کنید. من حالا سعی میکنم که از اپکس هم براتون بذارم، ولی نه که حالا همش بخوام اپکس بذاریم، خب میدونید من کلا علاقه بیشتری به کال آف دیوتی دارم موبایل، ولی خب اپکس هم خیلی دوست دارم بچه، اپکس هم میخوام براتون بذارم. اینجا رو نگاه کن، ای من یک کلا گیر کرد. و اینکه بچه کلا هاد اینا خیلی عجیب غریب بود، هنوز هم دستم نیومده سنس و هاد و اینجور داستان ها یکم سخته. اگر دوست داشتید من میتونم حالا بعدا براتون یه ویدیو راجع به تنظیمات بذارم و یه سری از این موضوعات. بچه اسلاید زدنش هم واقعا خیلی قشنگه نسبت به کالاف، به نظرم بهتره.
درسته یکم فضایی تره و تخیلیه، ولی بچه خیلی خوشگله. من خوشم میاد از اینجور حرکت و موومنت. یه چیز دیگه که داشت بچه ها، حالا هر کاراکتری یه دونه پاور یا هم قدرت داره. مثلا یکیشون هست، حالا نشونتون دادم، حالا دوباره هم نشونتون میدم، یه گزینه همون پاور رو که بزنید قدرتشو این نکن، دقیقا این بچه ها ببین، هیچکی شما رو نمیبینه به مدت چند ثانیه و بعد دوباره میبینه. این زمانی بچه ها به درد میخوره توی این در واقع کاراکتر، وقتی که شما جونتون کمی میخواید فرار کنید، این فرار کردنش خیلی بهتون با این قدرت پاور کمک میکنه. یه وقت مثلا حالا وسط انمی ها نزنید اینا، چون یه مدت یه تایمی میبره که طول میکشه که این قدرت فعال بشه. یه دفعه نرید جلو انمی اینجوری بزنه توتی برید اینجا نمیکن. وقتی هم یه نفر ناک میشه بچه ها، یه گزینه داره به اسم شیلد، یه حالت شیلد مانندی میاد جلو صورتش، خیلی باحاله. بچه ها هنوز کاپ من اونقدر بالا نبود، یعنی اگر کاپتون رفت بالا خدا سر شاهده پدر آدم در میاد تا اینا بزنه. اینقدر سخت بود، اینقدر سخت بود بچه ها. من یه لایو از فری بود داشتم میدیدم توی اپکس، یعنی اصلا برگم بیخته بود بچه ها، توی FVP یا مولتی پلیر داشت پلی میداد بچه ها، اینقدر ترای هارد پلی میدادن که فکر دیگه داشت دندوناشو فشار میداد و پلی میداد. واقعا سخت بود، از هر جا میرفت دمیج می خورد. من یه جاهایشو داشتم میدیدم بچه اصلا راش نمیداد، خط میگرفت، مثل کالاف نیست که مثلا لعن دلا بزنی به دریا راش بگیره. واقعا سخت. اینجا نمون چه کیلی زدم اصلا، وای خیلی حال داد بچه. یه کاراکتراشون هست مثلا همین میتونید پاورشو بزنید و بدلاتون میان، انقدر شلوغ خلوق میشه مثلا 20 بدل میاد سراغتون کنار خود کاراکتر هستتون و انمی دیگه نمیدونه کدومید شما و پیداتون نمیکنه، سخت پیداتون میکنه و این کاراکتر گفتم این قابلیتو داشت. بچه ها پیشنهاد من به شما اینه، حداقل برای یک بارم که شده اپکس رو نصب کنید و باش بازی کنید. اگر حال کردید پلی، اگر حال نکردید پلی ندید. ولی بچه ها برای تنوع و تفریح خوبه، خودتون رو محدود نکنید، سعی کنید بازی دیگه هم انجام بدید، چون واقعا حال میده. حالا اگر خدا بخواد اون وارزونه بیاد، بریم وارزون رو تست کنیم، اگر اوکی بود وارزون بیشتر براتون بذارم و اگرم از اپکس دوست دارید بیشتر براتون بذارم حتما توی کامنت ها برام بنویسید. و اگر خوشتون اومد و دوست داشتید بیشتر اپکس بذارم براتون میذارم و به زودی تنظیمات و نمیدونم هاد و اینجور داستانم براتون میذارم و یه گیم پلی براتون گذاشتم، یه آموزش نصب. حالا میریم سراغ این که چیزای جدیدتری براتون یاد بدیم. پس تا ویدیو بعدی، فعلا خدا نگهدار.